بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو، الهی به امید تو، الهی به امید تو. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان نازنینم. خیلی خوش اومدید به لایو جمعه هفتم خرداد ماه. امیدوارم که لایو امشب یه لایو فوق‌العاده براتون باشه و بتونید نکات فراوانی رو از لایو امشب برداشت کنید. اسم لایو امشب اینه: چطور در کمتر از 2 سال به درآمد ما 100 میلیون تومان برسیم حداقل. حتما نکاتی که امروز بهتون میگم و توجه کنید تا همتون درآمداتون بالا بره و طعم خوشبختی از نوع پولدار شدن رو خیلی زود بچشید. لایو امشب قرار بود در پیج اصلیم برگزار بشه، ولی در روزهای گذشته اونقدر شما مشارکت داشتید توی مسابقه که اینستاگرام ناامیدی نکرد، همه پستا و استوریای منو پاک کرد. در نهایت هم چه اتفاقی افتاد؟ در نهایت متاسفانه لایو صفحه اصلی من بلاک شد و من امشب از صفحه دوم که من 1% هستم در خدمت شما 1%های نازنین هستم. حتما خیلی بوده که شرایط اینجوری بشه و حتما همین الان قبل از این که من صحبت‌های جدی‌ترم رو شروع کنم، لایو امشب رو برای یه تعداد از دوستات بفرست، چون لایو امشب میتونه نقطه تحول زندگیت باشه، لایو امشب میتونه نقطه پرش زندگیت باشه. این همه سال که شما عقب رفتی همه اینا دورخیز بوده برای بلندترین پرش زندگیت و امشب میتونه استارت بلندترین پرش زندگیت بخوره، به شرطی که دل بدی به من، به شرطی که دونه دونه نکاتی که بهتون میگم و توجه کنید. مرسی از 9000 انسان فوق‌العاده‌ای که توی 2.5 دقیقه اولی که من شروع کردم به لایو همراه من هستن. واقعا شما بی نظیرید، فوق‌العاده‌اید. همیشه گفتم، بازم میگم، قدردان محبت و همراهی همه شما مردم نازنین هستم. خب کم کم دیگه باید صحبتهای جدیتر کنم. قبل از این که صحبتهای جدیتر کنم، مرسی از همه تون 10000، مرسی از 10000 انسان قدرتمندی که الان منو توی صفحه دومم دارن نگاه میکنن. اگر صفحه اول بود چه اتفاقی میافتاد؟ رفقا، اگر شما همون آدم قبلیه باشی، برفم توجه کن، اگر شما همون آدم قبلیه باشی همون نتایجی رو میگیری که تا به امروز گرفتی. اگر شما میخوای نتایج جدید توی زندگیت بگیری، باید تبدیل به آدم جدیدی بشی. ببین، شما اون آدم قبلی هر چقدر که میتونسته تا به الان نتیجه گرفته. این که توی زندگی چی داری نتایج آدم قبلی است. اگر نتایج جدید توی زندگیت میخوای، باید کار جدیدی انجام بدی. بزرگی میگفت چقدر ساده لوحن اونایی که همون کار قدیمو انجام میدن، همون آدم قدیمن ولی به دنبال نتایج جدیدن. جهان اینجوری کار نمیکنه. شما باید آدم جدیدی بشی، شما باید کارهای جدیدی انجام بدی برای اینکه نتایج جدید وارد زندگیت بشه. امشب میخوام بهت بگم برای رسیدن به ثروت در زندگیت از نوع پول، باید 7 گام شما طی کنی، باید 7 گام طی بشه برای اینکه به درآمد 100 میلیونی برسی. این 100 میلیونی کفشه، میتونه افزایش پیدا کنه. تا آخر لایو همراهم باش. اینقدر امشب میخوام نکته بگم که شگفت زده بشی. رفیق، برای اینکه به درآمد فوق‌العاده برسی باید 7 گام طی بشه. مرحله اول متافیزیکه، مرحله دوم استعدادیابی، مرحله سوم رشد شخصی، مرحله چهارم دوران گذاره، مرحله پنجم یاد بگیری چجوری پیج اینستا بزنی، مرحله ششم راه اندازی کسب و کار و تبلیغات اسمارت، و مرحله هفتم افزایش مشتری و ایجاد مشتری وفاداره. بعضیا که آموزش میدن غلط آموزش میدن، طرف فقط باور رو آموزش میده. خب
ناقصه. طرف فقط افزایش مشتری و آموزش میده، ناقصه. طرف فقط اینکه چجوری پیج اینستا رو اندازی کنی و آموزش میده، غلطه. سیستم هفت مرحله‌ای که محمد بصیری طراحی کرده کاملترین سیستمیه که در ایران وجود داره، کاملترین سیستمیه که تو رو میتونه به پول فراوون برسه. توجه کن، متافیزیک 3 تا پایه داره. با منید دیگه، با منید. نیمشا جا مرسی که امشب همراهم هستی. متافیزیک 3 تا پایه داره. آریان هم که همیشه همراهم هست. آریان امشب لطفا گم نزد. مرسی مرسی از نزدیک 14,000 انسان قدرتمندی که در پیج دومم امشب همراهم هستن. خب آریان جا متافیزیک چند تا پایه داره؟ همین الان گفتم نیوشو سه میکنه. متافیزیک 3 تا پایه داره. رفقا چرا از آریان میپرسم؟ چون میخوام براتون همایشی اجرا کنم. شما فرض کنید که توی یک سالونی هستی، سوال میپرسم جواب بده. متافیزیک چند تا پایه داره؟ 3 تا پایه داره. پایه اول باورهای شما، پایه دوم احساس شما و پایه سوم انرژی شما. اگر شما تمرین متافیزیکی انجام میدی، 3 چیزت باید تغییر کنه: 1 باورهات، 2 احساست. اگر تو حالت بده، یعنی تمرین متافیزیکیت هنوز جواب نداده. اگر تو انرژیت پایینه، هنوز تمرین متافیزیکیت جواب نداده. متافیزیک باید 3 تغییر در شما ایجاد کنه: 1 باورتو درست کنه، 2 احساستو خوب کنه و 3 انرژیتو ببره بالا. شاید هر کس دیگه جای من بود 1 ساعت قبل از این همایش مهم، این لایو مهم، صفحش لایوشو میبست انرژیش پایین میومد، ولی من گفتم اصلا ایرادی نداره، هر چیزی این جهان به سمت خیره، حتما خیری در درونش بوده، پس باید انرژی بالامو حفظ کنم. اگر شما تمرین متافیزیکی میکنی، باور تغییر کرده، احساست خوب شده و انرژی رفته بالا، یعنی اینکه شما درست داری انجام میدی. نکته، اگر اتفاقهای خوب توی زندگیت بیفته و تو انرژیت بالا باشه و احساست خوب باشه که ارزشی نداره. ارزش اونجایی معلوم میشه که اتفاقی برخلاف میل توی زندگیت میفته، ولی تو هنوز انرژی بالات رو حفظ میکنی، هنوز احساس خوبت رو حفظ میکنی و این اون چیزیه که جواب میده. خب حالا میخوایم چیکار کنیم؟ یک آزمایش معروف وجود داره به نام آزمایش 2 شکاف. دوستان من ویدیوش اومدن ادیت کردن که شما نگاه کنید. این آزمایش توماس یانگ انجام داده و توی سالهای گذشته چندین و چند نفر دیگه آزمایش های تکمیلی روی این قضیه انجام دادن. میخوام که به این آزمایش خیلی خوب دقت کنی، با توجه نگاه کنی و آخرش میخوام به نتیجه گیری رو بگم. آزمایش چجوریه؟ ما یه سری گلوله توپی رو، یه سری ذره رو میخوایم به سمت یه دونه شکاف بفرستیم، به سمت یک شکاف پرتاب کنیم. زمانی که تعداد زیادی گلوله رو به سمت یه شکاف میفرستیم، چون یه دونه شکاف وجود داره، آریان یه لحظه، چون یه دونه شکاف وجود داره، اینجا ببینید، ما پرتاب میکنیم تعداد فراوانی گلوله و فقط یه شکاف در جلو وجود داره. زمانی که یه شکاف وجود داره، روی پرده پشت، این پرده پشت شکلی که تشکیل میشه چجوریه؟ میخوام قبل از اینکه ببینی تو اول بگی، بعد ببینی که جا بیفته. اگر یه تعداد گلوله رو پرت کنیم به سمت این یه دونه شکاف، شکلی که این پشت تشکیل میشه چجوریه؟ دقیقا یک شکل میله‌ای و خطی تشکیل میشه. آریان بریم؟ ببین، پرتاب 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 پرتاب، شکلی که تشکیل میشه، آریان، شکلی که تشکیل میشه شکل خطیه. خب الان اینجا افتاد، پس یه تعداد گلوله رو پرت میکنیم به سمت یه دونه شکاف، شکلی که اون پشتش تشکیل میشه شکل خطی است.
اگر یه تعداد ذره رو پرت کنیم به سمت یک شکاف، شکلی که تشکیل می شود شکل خطی است. خب حالا اگر یه شکاف رو کنیم دو تا شکاف و یه تعداد گلوله پرت کنیم به سمت این دو تا شکاف، تصویری که روی پرده تشکیل میشه چه جوریه؟ آریان بریم جلو. خب این یه دونه شکاف که تصویر خطی. خب حالا یه دونه شکاف رو کردیم دو تا شکاف و گلوله ها رو میخواییم پرت کنیم، ببینیم چه تصویری اون پشت تشکیل میشود. آریان بریم جلو. گلوله ها پرت شد، پرت شد، نگه دار. خب دیدید چه اتفاقی افتاد؟ هیچ فرقی نداشت بین یه شکاف با دو تا شکاف زمانی که گلوله ها پرت میشد. زمانی که گلوله ها رو پرتاب می کنیم، اگر یه شکاف باشه یه دونه خطی به ما میده، اگر دو تا شکاف باشه دو تا خطی به ما میده. خب آریان بریم جلو. خب حالا یک نکته، ببین این دو تایی که بهتون گفتم، حالا یه نکته دیگه، ما اگر بخوایم فوتون های نور رو، ما اگر بخوایم نور رو پرتاب کنیم به سمت یه دونه شکاف، چه اتفاقی میفته؟